و مرتضی انواری تحلیلگر مسائل بین‌الملل در همین ارتباط از ویرجینیا همراه ما هست. آقای انواری، به نظر میرسه تصمیم بایدن در مورد تهدید اسرائیل به توقف ارسال سلاح امری بی سابقه در تاریخ سیاست خارجی آمریکا در قبال اسرائیل، اون هم در دوران جنگ باشه. نظر شما چه در این مورد؟ با درود به شما، هر نوع تهدید اسرائیل از طرف سیاستمداران آمریکا یه چیز واقعا بی سابقه است که داره انجام میشه. یکی مسئله ارسال مهمات و دیگری تحریم یکی از گردانهای اونها، گرچه هر دوی اینها از لحاظ اجرایی بسیار غیر ممکن هستند، تقریبا حالا اگر بخواین علت چه میگم در فورین میلیتاری سل کنگره قبول میکنه، دولت پیشنهاد میکنه یک کشوری رو برای خرید اسلحه، کنگره قبول میکنه و بعد از اون کشور با اون کمپانی فروش تسلیحات معامله داره. آمریکا فقط دولت فقط میتونه تأثیر در این ایجاد کنه که از لحاظ قانونی هم براش مشکله. این نشون میده رفتار اسرائیل در جنگش در غزه بزرگترین چالش سیاسی برای بایدن در دوران سیاست مداریش بوده که میخواد هر دو طرف رو راضی کنه و این امکان وجود نداره در این دوران پولاریزه شدن و اختلاف بین کشور، و این یک نوع تلقی میشه به چپهای طرفدار بایدن در حزبش که دارن فعالیت سیاسی میکنن برای این دوره بتونن فضایی بکنن که آره بایدن هم طرف داره، ولی این باعث به حساب ریزش سیاسی بیشتر بایدن خواهد شد. جناب انواری، این تصمیم بایدن انتقادات بسیاری رو از طرف جمهوری خان و حتی برخی دموکرات ها سبب شده، این انتقادات رو شما چطور میبینید؟ ببین، بایدن یه مشکلی داشت، مشکل دموکرات و ریپابلیکن بود، خود بایدن ترامپ بود، حالا یه مشکل اسرائیل و فلسطین به وجود آمده یا اسرائیل غزه به وجود اومده که یک مقدارش برای بایدن قابل کنترله، یک مقدارش قابل کنترل نیست. طرفداران اسرائیل فقط اکثریت جمهوری خواهان نیستن، تعداد خیلی زیادی از دموکرات ها هم طرفدار اسرائیل هستند. این جنبش و این حرکت جان دانشجویان از لحاظ تعداد آرا نباید زیاد باشه، ولی نفوذش به مرحله بحرانی رسیده در ایالت‌های مثل میشیگان که اگر مسلمونا به بایدن رأی ندن بایدن رئیس جمهور نمیشه. برای حل این مشکل به تصمیمات یا تهدیداتی میگیره که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. دموکرات های طرفدار بیشتر کلیمی های مثلا لیبرال آمریکا در حزب دموکرات هستند و جناح چپ حزب دموکرات واقعا اینقدر وزنی نیست، ولی در این حرکت بایدن برای محدود بودن اختیاراتش که این مقدار خیلی خیلی کمی رای از دست بده، تمام رئیس جمهوری رو از دست میده، داره یه حرکات عجیبی میکنه که از طرف اکثریت آمریکا و خرد اجتماعی آمریکا معقول به نظر نمیاد. بله، سپاس از شما مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از ویرجینیا همراه ما بودید.